فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز در برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه با عنوان نیایش و ستایش. گفتیم که دو مقوله نیایش و ستایش جزو محوری ترین مقوله های دینی هست، دعا و ذکر الهی. و گفتیم که همه ادیان و همه بشر با این دو مقوله آشنا هستند، ولی در قالب های مختلف به صورت های متعدد. یعنی به طور فطری انسان ها خودشون رو و درون خودشون رو نیازمند به یک فعالیت روحی و روانی میدونن که این فعالیت روحی و روانی در قالب نیایش و ستایش یا پرستش ظاهر میشه. گفتیم پرستش هم در واقع مغزش و روحش و درون مایش همون نیایش هست. اینا این باجه ها همشون با هم به گونه ی ارتباط بسیار تنگاتنگی دارن که یک پدیده هست، از هر بعدی نگاه کنیم به ما چهره ای رو نشون میده. از جهت فقر و نیازمندی انسان فعالیت عبادی انسان اسمش هست نیایش. از جهت در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه پروردگار اگر پدیده عبادی رو در نظر بگیریم اسمش هست پرستش. و به همین صورت از هر زاویه نگاه کنیم ما برامون این مفهوم و این مقوله در یک قالب واحد شکل میگیره. ولی اون چی که در این برنامه یا در این وقت میخواییم بهش بپردازیم انحراف امتها هست در بحث نیایش یا پرستش که گفتیم هر دوی اینها با هم سکه‌ای هست که از درو تشکیل میشه. انجام وظیفه انسان رو میگیم پرستش و درون مایه این پرستش هست نیایش. الله متعال در سوره حج، در خاتمه سوره حج به طور مختصر برامون مطالبی رو میگه که این مطالب اشاره داره و به طور واضح و روشن اساس انحراف بشریت رو در این باب بیان میکنه. نیاز انسان به پدیده‌های مختلف گفتیم که امری فطری هست، ولی گاهی ابراز نیاز و گاهی دست نیاز به سمتی دراز میشه که اون سمت یا اون محیط در واقع جوابگو نیست. به عنوان مثال یک کودک نیاز داره به کلسیوم، چون نمیدونه، احساس نیاز میکنه ولی نمیدونه این کلسیوم از کجا باید برآورده بشه، خاک میخوره. یعنی خاک خوردن کودک از احساس نیاز هست، ولی این احساس نیاز در راستای اشتباه داره اعمال میشه و چیزی رو میخوره که نه تنها کلسیوم نیست، بلکه برعکس برای جسمش آفت آفرین هم میتونه باشه. این نمونه هست. یک انسان پیش پزشکی میره برای بیماری معین، اون بیماری معین تخصصش مال این پزشک نیست، این پزشک میگه شما با
باید مراجعه کنی به پزشک مثلا قلب و عروق. مشکل شما مشکل قلبی و عروقی است، مشکل معده نیست. یعنی اینجا رجوع کردن انسان به فرد معین برای برآوردن نیاز به خطا رفت، باید جایگزینش رو انتخاب میکرد. این در مسائل دنیا هست که با تجربه کسب میشه. در مسائل آخرت و در مسائل دین و در مسائل ماوراء تجربه بشر یا طبیعت که الله متعال تنها خبر دهنده و تنها هدایت دهنده حقیقی انسانیت و خلائق هست و الله متعال سوی غافرم به ما این تذکر رو داد که ما ینبه که مثل خبیر، مثل اون خبیر الله متعالش کسی اطلاع نمیده. اون الله متعال میگه یا ایها الناس در سوره حج، ای مردم، ضرب مثل فاستمعوا له، ما براتون یک مثال ساده ای رو میارم، یک مثالی رو میارم، اون رو خوب بشنوید تا بر اساس اون ببینید که خطا نرید، به جای دیگه رو نیارید. ان الذين تدعون من دون الله، اون کسانی که به غیر از الله اونها رو میخواید و فکر میکنید که اونها حاجتتون رو برآورده میکنن یا اونها دخل و تصرفی در نظام طبیعت دارن، ولایتی بر نظام جهان دارن، یا فکر میکنید که اونها رو الله متعال انتخاب کرده به عنوان این به جای خودش جایگزین کرده یا خلیفه انتخاب کرده تا اینکه این جهان رو اداره کنن، اون کسانی که میخواید به غیر از الله، به غیر از الله عام هست، یعنی هر موجودی غیر از الله، اون الله نیست طبیعتا و در نتیجه داخل این حکم میاد. اینها لن یخلقوا ذبابا، کوچکترین مخلوقی که ما باهاش سر و کار داریم که یک مگس هست رو نمیتونن بیافرینند. هیچ عادی. این مثال خیلی ساده هست. تمام مراجعی که به عنوان مرجع دعا شناخته میشن و به اونها رجوع میشه، تک تک رو بیایید آزمایش کنید، تک تک رو ازشون در موردشون بپرسید آیا میتونن کوچکترین موجود زندهی مثل یک مگس رو بیافرینند، بهش حیات و زندگی بدن یا خلق کنند؟ سوال خیلی ساده هست، هرگز این کار رو نخواهند تونست بکنن. ولو اجتمعوا له، اگر همشون با هم جمع بشن و همه یک جا این اراده رو یا این هدف رو جلوی خودشون قرار بدن، ولو اجتمعوا له، تمام اون کسانی غیر از الله، غیر از الله میخواد هر کسی باشه فرق نمیکنه، اونها رو در نظر بگیرید، اگر تمام اینها جمع بشن به اندازه یک مگس، آیا میتونن خلق کنند؟ و این یسلبهم الذباب شیئا، همین موجودات اگر از اونها مگس چیز رو ربود، یعنی مگس نشست و به اندازه کمترین مقداری که ما میتونیم ببینیم به دهن گرفت و رفت، لن لا یستنقذوه من، نمیتونن ازش از چنگش در بیارن. دقت کنید ضعف انسان کجا هست، خیلی مهم هست این قضیه. گاهی یک مگس ساده یک انسان رو تنگ در میاره، خیلی ساده است، یعنی با قدرتی که انسان داره باز هم ضعیف هست، در مواردی در مقابل یک مگس ضعیف هست، ناتوان هست، کار رو انجام میده و این نمیتونه انجام بده، میکروبی رو انتقال میده که هیچ کار نمیشه باش کرد و همین میکروب ها عوامل مختلف بیماری ها رو موجب میشن. ضعف الطالب والمطلوب،
ناتوان شد، ناتوان هست، ناتوان هست. طالب خواست، کسی که میخواد و مطلوب و کسی که ازش خواسته میشه. یعنی هم مگس ناتوانه، هم انسان ناتوانه، همه ناتوان هستن. و این ناتوانی در مقابل هست، یعنی گاهی انسان در مقابل مگس ناتوان هست و گاهی باز همون مگس در مقابل انسان ناتوان هست، از بین میره. نظام خلق هست، الله متعال اینطوری انسان آفریده تا اینکه همه بدونن که با تمام قدرت و امکانات در نهایت همه وابسته به الله یکتا هستند. ما قدر الله حق قدره. در توجیهاتی که ارائه میشه برای ندای غیر الله و از غیر الله خواستن و کمک جستن و به اون رجوع کردن، در واقع از نشأت گرفته از چند موضوع هست. یک، و ما قدر الله حق قدره، اونطوری که شایسته هست الله رو، قدر الهی، مقام الهی رو رعایت نکردند. میگن وسیله هست. خب مگر الله متعال، مگر الله متعال برای رسیدن به او وسیله ای میخواد؟ یعنی مثل پادشاهان جهان هست، دنیا هست، که برای رسیدن به اونها باید وسیله رو انتخاب کرد تا بهشون رسید. الله متعال نزدیکترین موجود به تمام خلائق هست. نه مانعی در شنیدن وجود داره که صدای ما رو بشنوه، نه در مانعی در دیدن که حالت ما رو ببینه. در ارتباط با خلائق وسائل به خاطر این هست که یا نمیتونن بشنون، شما در محیطی هستید و آقا در داخل کاخ خودش، نمیدونم در داخل دفتر خودش هست، شما در جایی هستید صداتون بهش نمیرسه، از طریقی صداتون رو میخواد بهش برسونید، اینا وسائل هست. یا این که یا این افراد رو میگید که از خدا نعوذ بالله رحمتشون و شفقتشون بیشتر هست که در درگاه الهی سفارش بکنن و الله متعال سفارش اونا رو بپذیره، ولی مستقیما جواب شما رو نده، که هیچ احدی رحیمتر از الله متعال نیست. نه الله متعال ناتوان هست در این که شما رو ببینه یا بشنه و ندای شما رو، نه عطوفت و محبت و مهربانی الله نعوذ بالله کمتر از خلقش هست، و نه قدرت و مالکیت خودش رو به کسی سپرده تا اینکه او این کار رو انجام بده، و نه هم کسی در این جهان با او شریک هست. در نتیجه ما قدر الله حق قدره. ان الله لقوی عزیز، الله متعال قادر هست بر همه چیز، مقتدار داره بر همه چیز و بر همه چیز غالب هست، اقتدارش با غلبه هست، هیچ چیزی از حاکمیت او بیرون نیست که استانداری باشه، فرمانداری باشه، جای نماینده های مختلفی باشن و این نماینده ها باش همکاری کنن و امور کشور رو اداره کنن. یکتایی هست که امور خلق رو اداره میکنه و همه خلائقی که در درگاه او هستن عبودیت میکنن. هیچ کسی وزارت نداره، هیچ کسی امارت نداره، هیچ کسی شراکت نداره، هیچ کسی خلافت نداره، همه اونها بندگی الله رو میکنند. الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس، الله متعال انتخاب میکنه از ملائکه و از مردم افرادی رو به عنوان رسول پیامش رو برسونن به خلائق. اینها نه خلیفه او بر این جهان هستن، نه شریک در این جهان هستن، نه از او رحیمتر و کریمتر هستند و نه هم دخل و تصرف مستقلی رو دارن.
ان الله سمیع بصیر، الله متعال شنوای بینا هست. شنوای بینا بر گفتار و رفتار ما و اونها، اونها بندگی الله رو میکنن و هیچ عمل کردی رو نمیتونن انجام بدن مگر با عمل الهی، هیچ کاری نمیتونن بکنن مگر با امر الهی، هیچ نبی هیچ پیامی نمیتونه برسونه مگر اون چی که بهش وحی شده، هیچ فرشته ای نمیتونه پیامی چیزی رو انتقال بده به نبی مگر اون چی که بهش از جانب الله امر شده. همه اینها بندگی الله رو بکنن و زیر نظر الله هستند. هیچ کدوم از اینها وزارت و شراکت و خلافت در نظام الهی ندارند. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، اون چی که پیش رویشون هست و اون چی که پشت سرشون هست، عملی که انجام دادن و انجام خواهند داد، همه اون چی که وجود داره در مسیر رفتار و عمل کرد و ادای مسئولیت و وظیفه انبیا رو الله متعال آگاه هست، ناظر هست بر اونها، اونها رو مستقل نفرستاده که هر کار بخون بکنن، مثل وزیری، مثل نمیدونم نماینده، مثل والی و استانداری که مستقل عمل بکنه. ابدا اینا خودشون بندگی الله رو الله متعال رو میکنند. و الی الله ترجع الامور، تمام امور به الله متعال برمیگرده. کاری که اینا انجام میدن، همه اون چیزی که ادای وظیفه که میکنن به الله متعال برمیگرده. امور به دست اله الله ذوالجلال هست. هیچ آیه و دلیلی نمیتونه نبی بیاره مگر اون چیزی که الله بهش اجازه داد و بهش گفت. هیچ فرشته ای نمیتونه کلمه ای رو به زمان بیاره مگر اون چه که الله متعال بهش امر کرده. تمام امور این جهان به الله متعال برمیگرده. هیچ برگ درختی نمیفته مگر با اذن الهی هست، با اراده و نظارت پروردگار متعال هست. و در این نظارت و اراده و حاکمیت و سلطه هیچ موجودی با الله متعال شریک نیست. و در سوره فاطر ما میگه قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله، آیا نگاه کردید ببینید اون کسانی که غیر از الله میخواهید، اینا چیزی رو خلق نکردن، همه اینها به الله متعال وابسته و نیازمند هستند. در نتیجه انحراف همه موجودات انسانها از اونجا شروع میشه که فکر میکنن الله متعال کسانی رو جانشین خودش کرده یا کسانی رو بهشون حاکمیت سپرده یا کسانی با او در این سرپرستی و حاکمیت جهان شریک هستند، که این تصور اشتباه هست. الالله ترجع الامور، حاکمیت و امر جهان ریز درشتش برمیگرده به اراده و حکم الله ذوالجلال. الله یار و نگهدارتون. السلام علیکم و رحمت الله.